نسبت آدم های ناکارا را در نمونه ستایی بنویسید. یه بار دیگه ببینیم دنبال چی هم بچه ها. این زنجیره رو خواهش میکنم تو ذهنتون نگه دارید. فرضیه ای دارم راجع به ناکارآمدی در بنگاهم، در سازمانم، ناکارآمدی آدم ها. نگاه میکنم این ناکارآمدی مهمتر از این عدد رقم ها، این تیکه ها، تیکه های روشی شه، بقیهش میشه جمع تفریق. بعد اینا هم این بحث روشیش هم کار خودتون ها، هیچ که به دادتون نمیرسه. حالا بگید آقا مشاور دارم، راهنما دارم، چون آنالیزا نهایت اینه که شما آنالیزات رو درست انجام دادید یا نه، ولی انتخاب ها با خودته، چون خودت تزت خوب میفهمید، خودت سوالت خوب میفهمید. ببین بچه ها چطور شد به این تابه رسیدم، اصلا برای چی اومدم سراغ این تابه، از این حالت الف بی خارشید. فرضیه ای داشتم راجع به ناکارآمدی آدم ها در بنگاه هم. رفتم نگاه کردم، دیدم دیتاهایی که دستم اومده میگه کارا ناکارا. این معلوم مقیاس اسمیست. حالا اگر میتونم توصیفی حسابش بکنم که اینجا میتونم دیگه، تمام شد. چند درصد مثلا سوال این بوده، چند درصد از کارکنان سازمان ناکارآمدن؟ 40% دیگه، تمام. اما داستان درس ما اینجا شروع میشه. اگر خواستم با سمپلی ستایی از این جامعه کار کنم، آیا میشه رسید به این؟ این نمیگه برو نمونه ستایی بگیر میرسی، میگه باید بری یه نمونه ستایی بگیرید. متناظر با این پارامتری که فرضیه شما رو تست میکنه، یک آماره تعریف کنید، داده اونو به دست بیارید. داده اسمش هست چی؟ تابع احتمالش. این تابع احتمالش، با این تابه میتونی کار. برای همین جمله چی بود بچه ها؟ داده در ترم ما یعنی تابه احتمال آمارهی که متناظر با اون پارامتر تز شماست. داده یعنی این، اینم دادش. حالا با این کار کنید. مثلا واقعا اینه به میده؟ قضیه یک، باید مو پی بار همان پی باشد. اگر راست گفتیم پی که هست 14، مو پی بار مساوی با زیگمای پی بار اف پی بار. پی بار اف پی بار 0 6 سیوم 6 سیوم 12 سیوم 14. این 14 بود دیگه. نتیجه اصلی کارمون، آقا پس ظاهراً همیشه توصیفی کار آماری کرد، تحلیل تصمیم گیری اینفورمیشن تولید کرد، همیشه استنباطی اینفورمیشن تولید کرد، البته به شرط اینکه ویل سمپل داشته باشی، دادت هم خوب تولید کرده باشی. من الان دو تا از اینا رو براتون مثال زدم، یکی اسمش ایکس بار بود، اینم اسمش پی باره. یا داده کمیس یا کیفی، اون چیزایی که گفتم فعلا ضروریات رو بگیم، اون کارهای لوکس رو بذاریم بعد، همین هست. فعلا ضروریات رو داریم میگیم، فعلا این مشکلات آماری پایه ایمون حل کنیم، حالا بعدا با اینا یه کار لوکسی هم میشه انجام داد. میخوایی یاد داشت بکنی اینجور بنیست، بنیستید که بررسی قضایای سگانه بررسی قضایای سگانه برای تابع احتمال پی بار
برای تابع احتمال پیبار به شرح زیر است. به شرح قضیه یک، میانگین نسبت موفقیت در نمونه، میانگین نسبت موفقیت در نمونه همان پارامتر پی است. اینو بنویسید، مو پی بار مساوی با پی است. مو پی بار مساوی با پی است. قضیه دو کدوم؟ نه همین همین داریم داریم یه سری فکت میدیم بهتون که اگه پی رو نداشتی چه کار کن؟ پی بار رو برو. همین میخواد داریم هر میره میگیم اتفاقا درست میگه آه پی رو نه، این فقط برای اینکه دل شما رو قرص کنم، ولی اصلش اینه دیگه، اصلش مو پی باره. دارم یه مثال، این دو تا مثال زدم، یکیش برای ایکس بار و یکی برای پی بار، که آقا با نمونه میشه رسید، این کلش اینه دیگه. ولی از جلسه آینده تمام شد دیگه، ما پی نداریم، اگه پی داشتیم که بعد میرفتیم آمار توصیفی دیگه. میخواد در واقع با این حرفا یه سری تئوری و مبانی دارم میگم که از جلسه بعد دیگه وارد کاربردهای این بگیم، بگیم خب حالا تابع احتمال پی بار خب چه بکنم، حالا چجوری باش کار کنم، چجوری فرضیم تست کنم. دو، واریانس پی بار مساویه با پی در یک منای پی تقسیم بر این، اگر نسبت نمونه به جامعه کوچکتر مساویه 5/2 است و مساویه با پی در یک منهای پی تقسیم بر این در این منهای این تقسیم بر این منهای یک. این آوتو کوواریانس ها بود، این اسمش بود ضریب تصحیح راو. هیچ فرقی نمی کنه، آوتو کوواریانس آوتو کوواریانس، میخواد کمی باشه میخواد کیفی باشه. اگر نسبت نمونه به جامعه بزرگتر از 500 است. یه تابع جدید معرفی کردم، کاربردش تو داده های کیفیه، دارم اون سطح قضیه کذایی رو توش بررسی میکنم. همین، این حرف امروزم. خیلی خوب، بریم حساب کنیم. واریانس پی بار، واریانس پی بار مساوی با امید پی بار به توان دو منهای مو پی بار به توان دو، زیگمای پی بار به توان دو اف پی بار منهای 14 به توان دو. پی بار به توان دو اف پی بار. راو، ضریب تصحیح راو، اسم دانشمندش که توضیح دادم جای آوتو کوواریانس ها می نشست. قضیه دوتون، چون نسبت نمونه به جامعه هم 3/5 بزرگتر از 5/2 در نتیجه واریانس پی بار مساویه با اینه دیگه، پی در یک منهای پی تقسیم بر این، این منهای این تقسیم بر این منهای یک که شده 14
یک منهای 14 تقسیم بر 3 5 منهای 3 تقسیم بر 5 منهای 1 اگه جمع تفریق بکنید عددتون میشه 400 مساوی با 400 این میشه 400 پی در یک منهای پی تقسیم بر ان ضرب در این ضریب میشه 400 این با فرض استقلال نمونه ها بود. اگر نمونه هام رو با جای گذاری می گرفتم نگاه کنید بچه ها دقیقا این خاصیت ایکس بار اتفاق افتاد. این در حالتی که نمونگیری با جای گذاری باشد یا نمونگیری چی؟ مستقل یا تون هست میگفتیم اگر نذارید تکراری تو داده هاتون باشه حرف عمومی اگر نذارید تکراری تو داده هاتون باشه دقتتون میره بالا این که کاری فقط با ایکس بار غیر ایکس بار نداره اصلا همینجوری شهودی عقل میگه اینجور باید باشه دیگه هر نوع آمار و پارامتری داشته باشید جلسه پیش حیاتون باشه نمونگیری بدون جایگذاری باعث میشد نسبت به نمونگیری با جایگذاری واریانستون نصف بشه چون عیناً همین داده ها بود اینجا هم باید این اتفاق بیفته نگاه کنید بچه ها اگر این ضریبه نباشه چارده هم اینه دیگه پی اینه دیگه چارده هم ضرب در شیشته هم 24 تقسیم بر 3 800 هم ضریبه کردشن 400 هم دقت رو دو برابر کرده چون اگه دقت بکنید من با همون فضا با همون مثال اجرا کردم دیگه فضای نمونه هم همون بود یعنی نمونه‌گیری تصادفی بدون جایگذاری یا به زبان کاربردیش نمونه‌گیری تصادفی غیر تکراری اجازه ندادم پشتنامه تکراری برام پر کنن البته خالص هم بود خالص این قضیه یک قضیه دو دارم هم درس جلسه پیش رو تکرار میکنم منتها با یه پارامتر و آماره دیگه قضیه سه قضیه سه قضیه سه چه میگفت؟ خاصیه سنترال تیورم لیمیت هرگاه با افزایش تعداد نمونه ببین قضیه جنرالش اینه هرگاه با افزایش تعداد نمونه پراکنش یک آماره مثل تیتا هست حول مرکزش مثل تیتا کمتر و کمتر شد و بعد چون میگفتیم پراکنش معیارش واریانس بود خاصیت تقارن داشت پس میرفت به سمت یه توزیع نرمال اینا دیگه خروجیاش بود میگوییم اون آماره خاصیت حد مرکزی داره بعد نتایج کاربردی خودمون رو میگرفتیم از این خاصیت نتایج کاربردی خودمون میگه هاشمی بگو که این خاصیت برای پی بار هست یا نه برای ایکس بار بود برای ایکس بار بود با افزایش تعداد نمونه آیا میتونم بگم برای پی بار این خاصیت هست ایاتون باشه از قضیه دو استخراجش میکردم این خاصیت رو از قضیه دو استخراج میکردم هاشم بیا با من بریم جلو ببینم این عدده یا اینجا 4 دام ضرب در 6 دام اینه ثابته دیگه یه عدد ثابته چی دست شماست که میتونید بالا پایین کنید اینه دیگه حالا این ضریب که عیاتون باشه بهترش میکرد دیگه نصفش کرد بیاید اینجا این راحت تره این ضریبه که 800 دام کرد 1/2 پس این ضریبه خیلی خوبش میکنه
اینجا. چون ممکنه بگید آقا این هم تو صورت اینجا هست، چجوری حلش میکنید؟ اون چون آتوکواریانس منفی بود یا این بین 0 و 1 بود، پس این بهترش کرده 4 صدم. با این حرف بزنید. این عدد ثابته. این کجاست؟ توی مخرج. پس اگر صورت 24 صدم که هست، حالا هرچی این رو میبرید بالا، نتیجه کوچکتر. 3 24 صدم شد 8 صدم. حالا 1/2 هم شد 4 صدم. 10 تا باشه 24000. 100 تا باشه 24000. اینجور میشه دیگه. 1000 تا باشه 24 میلیون. پی بار خاصیت حد مرکزی داره. حتی یادتون باشه همه آمارها اینجور نیستن ها. آمارهایی که ما این روز این ترم گفتیم دو تا شد. ایکس بار بود خاصیت حد مرکزی داشت. پی بار هم داره. چه کمکی بهم میکنه؟ پس آقا چون ابزار من همون تفنگه که با شلیک میکنم شد پی بار، با خرج کردن بیشتر یعنی نمونه بالاتر گرفتن دقتش میره بالا، چون پراکنشش کم میشه. عالیه دیگه. نه شما میگید آقا من گفت که هر چقدر پول بدی همون قدم آش میخوری دیگه. من موقعی که دارم هزینه بیشتر میکنم، خب نرخ بیکاری دقیقتر باید بگم دیگه. اگه سمپل ما تا پارسال سمپلمون 45000 تا بود نرخ بیکاری میدادیم، به خاطر همین بحث و این دعوا ها، برای اینکه دیگه یه کمی شک شبه رفت بشه، سمپلمون امسال از اول 92 کردیم 64000 تا برای نرخ بیکاری. هزینه برامون آورده یه حدود 400 500 میلیون تومان هزینه برامون آورده، اما قطعا دقتمون میره بالا چون سمپل بردیم بالا، پراکنش شما کمتر میشه. چشملا بنابراین خاصیت حد مرکزی، من فقط این حرفا رو راجع به ایکس بار میزنم. پی بار ها، پی بار هم این خاصیت داره. خب چه کمکی میکنه؟ یک، دقت میره بالا. دو، چون با واریانس دارم این قضیه رو نتیجه میگیرم، پس پی بار هم داره میره به سمت یک توضیح چی؟ متقارن. مثل نرمال که اگر بندازه کافی این بزرگ باشد، پی بار تقریبا نرمال دارد. یعنی توضیح داده تو میدونید، پس میشه کار بردی باش کرد. چون گفتیم باید بدونی توضیح داده چیست. نیازی نیست این کارهای تخته من انجام بدید. کافی این رو حواسش بهش باشه. بزرگ بگیرید. فقط یه سوال بچه ها. اونجا گفتم این بزرگتر از سی. اینجا به نظرتون چه عددی بگم؟ من نمیخوام عدد مطلق بهم بدید. کمتر بگم؟ همونقدر بگم؟ بیشتر بگم؟ و چرا؟ مثلا بگم همون سی تاست؟ چون سی رو یادتون باشه برای ایکس بار گفتم ها. بیشتر بگم؟ کمتر بگم؟ بگید. چرا؟ یعنی زیر سی بگم؟ یعنی پی بار زودتر میل میکنه؟ چه از کجا میدونی؟ خب اتفاقا نکته خوبی داریم، برعکس. ببینید داده کیفی، اتفاقا نکته درست میگه، یعنی نکتهش هم اینجاست. داده کیفی دقتش پایین تر از کم میست دیگه. اون اصل اوریجینال دادت کمی بود. همین گفت که اون ایکس همون ایکس است. گفتم نه اون ایکس نمره بود، این ایکس تعداده. اتفاقا داده های ببین دو تا کار کردی، داده کیفی رو بردی به کمی، این باید یه پولی بدی دیگه، یه خرجی بکنی. تازه در اینجا مرحله بعد اینه که میلش بدی به نرمال، یه هزینه بیشتری ازت میخواد. خوشبختانه هزینه زیاد نیست، یعنی با همون معیار مقیاس متغیر درست میگید ها. اون چون اوریجینال کمی بود هزینش کمتره تا اینکه اوریجینال کیفی بود اردیش به کمی. منتها خوشبختانه بچه‌ها هزینه زیاد نیست. ان بزرگتر از 50. پس اون سی فقط برای ایکس بارها بود، اینجا یه چیز دیگه ای شد. این بزرگتر از 20 تا برای این تبدیل است. البته توصیه کاربردی اینه که میگن هم برای ایکس بار هم برای پی بار قاعده دو برابر اجرا کنید در عمل، معروف به قاعده دو برابر. یعنی درست تئوری میگه سی، شما بگو 60. اینا همون احتیاط هایی که بعدا به دردمون میخوره تا میتونی از این مرزها، چون این مرزها اثبات توش نیست، همش تجربیه این عددا، فرار کنید. و این درسته میگه این بزرگتر از 50، من تا توصیه میکنن برید بگید این بزرگتر از 100. به خصوص تو کیفیا پیچیدگی نداره، هزینه زیادی نداره، سمپل هزینه زیادی نداره کیفیا. میخواد یادداشت بکنید اینجوری است، بعد سوال شما رو جواب میده. ها دقت خوب بشه دیگه. بله، یعنی باید حتی یه چیزی بگم ها،
خیلی حالا الان یه مثال میزنم براتون یا جلسه بعد میزنم جلسه بعد. ممکنه ظاهر ریاضیات با اون چیزی که شهود ماست و عقل ماست نخونه، ولی تا اینجا خونده، تا اینجا هیچ تعارضی ما ندیدیم. یعنی ریاضی میگه که آقا تعداد نمونه تو که بزرگ میکنید پراکنشت کمتر میشه. همجوری هم ما هم میگیم آقا موقعی که نمونه رو بیشتر میکنم دقتم باید بره بالا. میخوام بگم در یه جاهای اختلافات ریاضی با اون عقلمون پیدا میکنیم تو آمار. اگر دیدیم تعجب نکنید. شاید همین آخر جلسه هم بهش رسیدم. یه مثال بزنم براتون. که اینجا دیگه ریاضیات ترجیح داره. ریاضیات ترجیح داره. اینجور بنویسید. بنویسید که بر اساس قضیه دو، بر اساس قضیه دو به ازای آماری پی بار، به ازای آماری پی بار مشخص است که خاصیت حد مرکزی، مشخص است که خاصیت حد مرکزی برقرار است. خاصیت حد مرکزی برقرار است. به عبارت دیگر با افزایش تعداد نمونه، با افزایش تعداد نمونه پراکنش پی بار حول پارامتر پی، تو پرانتز قضیه یک، حول پارامتر پی قضیه یک کمتر می شود. پس طبق خاصیت حد مرکزی، اگر تعداد نمونه تصادفی بزرگ باشد، تعداد نمونه تصادفی بزرگ باشد، تو پرانتز بنویسید n بزرگتر از 50، بزرگ باشد n بزرگتر از 50، آماره پی بار از تقریب نرمال برخوردار است. آماره پی بار از تقریب نرمال برخوردار است. در نتیجه پی بار توزیعش نرماله با مو پی بار، زیگمای پی بار.